با نام خداوند بخشاینده مهربان و بار سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی. محمد شریف شریفی هستم و در خدمت شما ایزان قرار دارم با برنامه شهروند خبرنگار. موضوع محوری که در این هفته من پرداختیم نقش شهروند خبرنگاران در ترویج رعایت نکات بهداشتی هست. با توجه به اینکه ما شاهدین هم بودیم که وزارت سطحامه افغانستان در واقع بعضی از دساتیر را پیشنهاد کردن که اینها جنبه عملی پیدا کنه. خب متاسفانه که ما میبینیم که اینها اصلا و ابدا توسط شهروندان دقل رعایت نمیشه. استفاده از ماست به عنوان یکی از اساسی ترین نکاتی است که بر شهروندان رعایت کنند تا اینکه در مقابل ویروس کرونا مسئول بمانند. و در این حال ما شاهد این هم بودیم که به خواست وزارت سطحامه افغانستان استفاده از ماسک اجباری شد، ولی با نگاهی در سطح شهر واقعا در میابیم که انگار نه انگار که یک مسئله اجباری شده است و به نظر میزه که فقط در قالب توصیه مانده. وقتی که یک پدیده در واقع جنبه اجباری و یا الزامی رو کسب میکنه، طبیعتاً باید با ابزار تعمیل حاکم باشه، ابزاری وجود داشته باشه که اون دستور، اون قاعده، اون مقرره را بر شهروندان تعمیل کنه، ولی این اتفاق میبینه که نیفتاده. بنابراین این اجبار شدن ماسک فقط بر روی کاغذ و یا واضح‌تر در سطح حرف و کلمات مانده و ما شاهدی هم نیستیم که اصلا این بحث اجباری رعایت بشه. و از طرف شهروندان هم متاسفانه میبینیم که اصلا و ابدا سفر از ما صورت نمیگیره و این طبیعتاً بر دامنه مشکلات میافزاید. در این میان هم طبیعتاً نقش شهروند خبرنگاران نقش بسیار مهم و اساسی است. حالا چه نقش شما خبرنگار میتونه که داشته باشه؟ کما که در برنامه های قبلی هم با به این نکات اشاره کردیم، نقش اطلاع دهی شهروند خبرنگارمان یک اطلاع رسان خیلی خوب باشه. یکی از مؤلفه های اصلی و اساسی برای شهروند خبرنگاران همین هست که نسبت به شما احساس مسئولیت دارن. وقتی که واژه شهروند خبرنگار به فرد اطلاق میشه، طبیعتاً به عنوان یک پل ارتباطی است، به عنوان فردی است که در واقع به نفع شما کار میکنه، خلاها کمبودی ها را انعکاس میده و در این حال نکاتی که مربوط به شهروندان میشه و رعایت اونها از جانب شهروندان اجباری بعد باشه، اینها را هم اطلاع رسانی میکنه. چون جوامع انسانی متشکل از در واقع سطوح مختلفی هست. مثلا بعضی از کشورهایی که پیشرفته هستند، در اون کشورها وسایل ارتباط جمعی نهادینه شده، هر شهروند شهروند فعال هست، هر شهروند شهروند خبرنگار است. خب در اون چنین جوامعی طبیعتاً نقش شهروند خبرنگاران هم زیاد به چشم نمیخوره، به خاطر اینکه همه شهروندان به عبارتی واضح‌تر شهروند خبرنگار هستند و همکار و همراه با دولت، با مسئولین، با رسانه‌ها هستند. در جوامع متوسطه، جوامعی که در واقع میانه هستن بین جوامعی که پیشرفته و غبانده هستن، این جوامع هم نقش و خبرنگاران نسبت به جوامعی که حالا اینها جوامع مترقی هستن متبارزتر هست، به دلیل اینکه احساس میشه که نیاز هست افراد صحبت کنن، نیاز هست که افراد مستندسازی کنن، نیاز هست که افراد در واقع بیاین در عرصه های اجتماعی همراه با دولت باشن، همراه با رسانه ها باشن. خب در چنین جوامعی شهروند خبرنگاری از آلت اعتدال برخوردار است. اما در کشورهای به مانند افغانستان، کشورهای جان سوم همین ها یاد میشوند، نقش شهروند خبرنگاران باید پررنگ باشه. چرا؟ به دلیل اینکه مشکلات و چالش ها بسیار زیاد هست، نارسایی ها فراوان هست و اگر قرار باشه که خب مسئولین وظیفه خودشون رو انجام میدن یا خدمات رسانی میکنن یا نمیکنن، یا فساد اداری حاکم است یا حاکم نیست، یا پاسخگویی هست و یا نیست، اما وقتی که شهروندان سکوت میکنن، در واقع به این معنا هست که مهر تاییدی به همه موضوعات میزنن، چه نارسایی ها باشه چه رسایی هایی که صورت میگیره.
به طور مثال وقتی که ما و شما میبینیم که مشکلی وجود داره در جامعه، میبینیم که در واقع فساد اداری حاکم هست، میبینیم که شهروندان از آگاهی لازم برخوردار نیستن، این به این معنی هست که مسئولین وظیفه خودشون انجام ندارن و در این حال شهروندان هم وظیفه شهروندی خودشون را انجام ندادن. با توجه به این صحبت ها پس نیاز هست که ما و شما نقش شهروندی و نقش شهروند خبرنگاری خودمون را به نحوه احسن انجام بدیم. در شرایط کرونایی مخصوصا شرایطی که شهروندان ما نیاز به اطلاعات دارن، نیاز به این دارن که آگاه بشن، واقف بشن و از پیامدهای ویروس کرونا مطلع. شما در نظر داشته باشیم روزهای آغازینه که روز کرونا در افغانستان آمده بود، هیچ کس در واقع توجهی به این مسئله نداشت، هیچ کس توجه اصلا باور نمی‌کردن این کرونا وجود داره. اطلاع رسانی که صورت میگیره و طرف رسانه‌ها هم دیدیم که زیاد در واقع مفید واقع نشد، شهروندان باور نکردن به اینکه کرونایی هست. به قول دولت ما مرحله بی‌توجهی شهروندان رو داشتیم. بنابراین چی شد؟ حاصلین چی بود؟ اصلین همین شرایط و اوضاع احوالی است که ما شاهد از او هستیم. با توجه به تبلیغاتی که صورت میگیره ما در همین رسانه بارها به خدمت شما عزیزان عرض کردیم که کرونا را جدی بگیریم، کرونا در واقع خطرناک هست و در کمین ما و شما قرار دارد، دشمن پنهان ما و شما هست. با وصف همه اینها باز هم میبینیم که شهروندان آنچنانی که بر مراقب خودشون باشن نیستن. بازم تاکید میکنم دولت افغانستان الان دیگه نقطه تمرکز از او نبیتن قرنطینه کردن نیست، من تردد نیست. دیدیم که در حال کابل پایتخت افغانستان هست، نفوذ بسیار زیاده، تراکم جمعیت هم تبیتن وقتی که نفوذ زیاد باشه در یک شهر تراکم جمعیت صورت میگیره و اصطلاحی که در جامعه شناسی استفاده میکنن انفجار جمعیت میگن. الان مثلا کابل پایتخت ما در واقع شرایط بحرانی رو سپری میکنه، تراکم جمعیت بسیار زیاد هست و ساحه زیستی بسیار کم و این باعث میشه که افراد در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار بگیرن. بنابراین هست که دولت من تعدادات اعمال نمیکنه، قرنطینه رو اعمال نمیکنه. دلیل چی هست؟ دلیل اینه که وضعیت اقتصادی مردم شکننده هست. اگر این اتفاقات بیفته مردم چه بخورن؟ تقریبا مردم چی میشه؟ امرار معاش ما چی میشه؟ خب مشکلات هست. بنابر این ناگزیر هست در واقع دولت افغانستان که این مسئله را رها کنه و شهروندان را رات خودشان بگذاره، فقط تمرکز بر روی این کنه که بیاد توصیه کنه. چیزی که الان ما شاهد از هستیم دولت افغانستان در مرحله توصیه کردن قرار داره، در مرحله تعمیر کردن متاسفانه نبوده و الان چه کاره باید صورت بگیره؟ خب وظیفه اصلی الان فکر میکنن که در واقع جای خود رو عوض کرده. دولت به عنوان محور اصلی باید میامد، بعد دستاتی رو در جامعه اونها را تطبیق میکرد و در این حال اگر مشکل و نارسایی های هم وجود میداشت اینها را حل میکرد. اتفاق میبینید که ما نیفتاده. بنابراین چیزی که الان میمانه اینه که شهروندان عزیزمان، خود شهروندان باید دولت خود باشن، خود شهروندان باید دکتر خود باشن و مراقب خود باشن و شهروند خبرنگاران ما وظیفه شهروند خبرنگاری و اطلاع رسانی خودشون را به نوبسن باید انجام بدن. استفاده از ماسک یک امر بسیار لازمی است. درسته اوایل که تحقیقات در مورد ویروس کرونا زیاد صورت نگرفته بود، فقط میگفتن کسانی که مبتلا به کرونا هستن اینها از ماسک استفاده کنند. وقتی که سرفه میکنن یا عطسه میکنن همین ماسک در واقع جلوی انتشار ذرات عدسه ما و سرفه ما رو میگیره، عدسه ای که در واقع با او اطمان کرونا انتقال پیدا میکنه دیگه، از طریق آب دهن و هوایی که در دم و باز دم ما شما انتقال پیدا میکنه. بنابراین الان من فکر میکنم که باید ما و شما مکان شما خبرنگاران عزیزمان، چون که با توده مردم ارتباط دارم، از بطن جامعه هستن و در هر خانه و خانوادهی تبتن افرادی که در زیب اینترنت و فضای مجازی دارن
وجود داره و نقش شبکه خبرنگاری شما از اون همین هست که در واقع استفاده از فواید ماسک و رعایت نکات بهداشتی را بار دیگر و به کرات گوشزد کنیم تا در تقابل با کرونا ما و شما پیروز باشیم. امروز ما و شما شرایط بسیار سختی را سپری میکنیم. کمتر خانه شاید باشه که دغدغه کرونا را نداشته باشه. کمتر فرد شاید باشه که در واقع دغدغه زو کرونا نباشه. و اخباری رو که میشنوی هم بسیار درصد کننده هست. کمبود امکانات، نارسایی هایی که در عرصه طبابت وجود داره. دست دکتر صاحبای ما هم متاسفانه بسته است وقتی که امکانات نباشه. دولت افغانستان هم میبینیم که الان دولت وزارت سلامت افغانستان باید اینا دیگه الان اعتراف کنن که بله امکانات کم داره. و همین امر که آمدن به شفاخانه های خصوصی اجازه دارن که اینا هم تست کرونا بگیرن، فکر میکنن که دلیل پروازه ایست مبنی بر این که دولت در واقع در تقابل با کرونا به تنهایی زودی بر نمیاد. نیاز هست که سکتور خصوصی هم در کنار سکتور دولتی ارائه خدمات صحی کنن. الان گرفتن تست کرونا توسط شفاخانه های خصوصی امری است که وزارت سلامت افغانستان به او اجازه داده، در حالی که روزهای اولی که روز کرونا در افغانستان آمده بود چند شفاخانه در مرکز اقدام به گرفتن تست کرونا کرده بودند و به شدت هم دولت با اونها برخورد کرد. به سرانوالی اونها معرفی شدند که دکتر صاحبای یکی از شفاخانه های خصوصی جان خودش رو از دست داد و چند پرسنل هم مصاب به کرونا شدند و گفته میشد که شفاخانه های خصوصی اینها ظرفیت گرفتن تست کرونا را ندارند. گرفتن تست کرونا کاری است در واقع خطرناک. این گفته هایی هست که ما نمیگیم، وزارت صدام افغانستان گفته است، موین عرضه خدمات صحی گفته است، وزیر سابق آقای فیروز گفته است و اجازه نداده بوده. الان در واقع از سکتور خصوصی طلب کمک هستن که اونها تست کرونا بگیرن به خاطر اینکه دولت در واقع سرسه صحت ما دولتی از عهده گرفتن تست کرونا بر نمیاد. تعداد مراجعین بسیار زیاده، افراد مشکوک مصاب به کرونا زیاد هستن، کتاب کم هست، مواد کمه و این باعث شده که در واقع دولت افغانستان دنبال راه دیگری باشه. دو تا راه بود. اول اینکه اصلا تست کرونا گرفته نشه و فقط اکتفا کنم به اینکه هر فرد علایم و اعراض ابتلا به کرونا داره خود را قرنطینه کنه، حالت تدریجی پیدا کنه و از ویتامین سی ها استفاده کنه. راه دیگری که الان به چشم میخواد اینه که عرصه صحت سکتور خصوصی بیاد مداخله کنه و تست کرونا را در کنار دولت هم بگیره. کار خوبی هست ولی به شرطی که این ظرفیت وجود داشته باشه. نگرانی شهروندان ما هم همینه که همچین ظرفیتی وجود داره در عرصه صحت خصوصی ما که نه، چون گفته میشه که هر کت چند تا دلار قیمت از او هست، کت از کجا میاد، کت رو چگونه تهیه میکنن و چگونه از این کت استفاده میکنن و تا چه میزان محیط همان بیمارستان خصوصی مسئول هست. چون دولت با یک عنوان کتله خیلی بزرگ میبینه که فعلا این توانه نداره که از همه شهروندان تست رو بگیره. خب شفاخانه‌های خودی چیکار خواهد کرد؟ به هر صورت موزلاتی است که ما و شما به اونها دست و پنجه نرم میکنیم. امیدوار هستیم که این روزهای بعد سپری بشه و ما برگردیم به روزهای عادی و معمولی که قبلا داشتیم. ولی برای رسیدن به روزهای خوب باید از روزهای بعد ما بگذاریم و باز هم ما امیدوار هستیم که شهروندان ما مسئول بمانند، مبتلا به کرونا نشن و این شرایط بحرانی را به عافیت سپری کنند. تک تک شما عزیزان که این برنامه رو ببینیم، ما واقعا آرزوی قلبی ما هست که هیچ شهروندی از مردم ما مصاب به کرونا نشه و آن عزیزانی که مصاب شدن شفای عاجل کسب کنن و کسانی که جان خودشان دست دادن برای آنها در واقع جنت فردوس رو خواهان هستیم. به هر صورت امیدوار هستیم که این روزها بگذره، ولی بچه کار کنیم که این روزها
با منطق بگذره. اگه قرار برای باشه که ما و شما فقط بنشینیم و دعا کنیم، خب کار خوب هست چون ما ایمان داریم به خداوند، ولی اینو در نظر داشته باشیم کار زیاد منطقی نیست که هیچ کاری نکنیم و کار هم صورت بگیره. شهروندان عزیزمون بدونین که دنیا دنیا اسباب هست، با استفاده از اسباب و وسیله ما مسئول نمی‌مانیم و در خیلی دعا به طرقی کفایت نمی کنه. در ادامه برنامه به موضوع بیشتر اشاره خواهیم کرد و امکانیتون اشاره می کنن که عکس های ارسالی شهر خبرنگاران آماده از بالیه میریم میبینیم و برخواهیم گشت. جاده باغ آزادی و کانال کشی های اداره شهرداری. صد مبر آن هم به این شکل و تا این حد. عدم حفظ رعایت نکات بهداشتی در روزهای کرونایی. معتادین و افراد کارتون خواب در کنار جاده‌های سطح شهر. بی توجهی به محیط زیست، آن هم در این فصل و در این روزها. جابجایی و انتقال بار به شکل غیر معیاری. بدون شهر و این هم تصویر دیگر از سد مبر در مرکز شهر. دردسرهایی که پروژه‌های انکشافی برای آبرین ایجاد کرده است. و این هم بی‌توجهی به وضع محدودیت‌ها برای تطبیق پروژه‌های انکشافی. این هم شکل دیگر از سد مبر و بی‌توجهی به حقوق دیگران. با سلامی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه شهروند خبرنگار. عکس های ارسالی شهروند خبرنگار از اون رو هم دیدیم و سوژه ها مطالب بسیار خوبی در قالب این عکس ها انعکاس داده شده بود. باز هم جا داره که تشکری کنم از شهروند خبرنگارانی که این عکس ها به ما روان میکنن. شما هم اگر علاقه من هستیم که عکس ها و فیلم های شما به دست ما برسه، می توانیم از طریق صفحه برنامه شهروند خبرنگار تلویزیون چکات عکس ها و فیلم خود رو ما بفرستیم، به دست ما خواهد رسید و ما هم به نشر میرسونیم تا باشه که اون موزله که شما به عنوان یک شهروند شناسایی میکنیم و مورد نکاس میدیم و در واقع حل بشه با توجه به فعالیت شهر خبرنگاری که شما ایزان انجام دادیم.
به صورت میپردازیم به موضوع برنامه ایمان و نقش شهروند خبرنگاران در ترویج در واقع فرهنگ رعایت نکات بهداشتی در جامعه. بیشتر میخوام که تمرکز کنم در این قسمت برنامه بر روی سفر از ماسک. قبلا گفتیم که در دنیایی که ما زندگی میکنیم دنیای اسباب هست، اینکه بنشینیم و دعا کنیم کاری نکنیم معقول نیست، کار کنیم، تلاش کنیم، فعالیت انجام بدیم و دعا کنیم و توکل کنیم، دیتا مشکل حل میشه. اما اگر این هیچ کدوم نباشه یا یکی از اینها باشه دیگری نباشه، راه حل درستی پیدا نخواهد شد. و الان طبیعتاً شهروند خبرنگاران عزیزمان، چیزی که بسیار مهمه این هست که بیاییم کمپاین آگاهی دهی را دوباره راه بیندازیم. به نظر میرسه که شهروندان ما نسبت به کرونا بیتوجه شدن و کرونا عادی شده. حراس شهروندان از کرونا، خب اینکه بعد جدی بگیرن متاسفانه اینه که این گونه نیست و کرونا خطرناک هست، جدی هست. ولی در کنار این اگر ما و شما نکات بهداشتی و نکات ایمنی را رعایت کنیم تأثیر نخواهد داشت. قبل از مصاب شدن و بعد از مصاب شدن با کارهای انجام بدیم. قبل از اینکه مصاب بشیم سالم هستیم، ماسک استفاده کنیم، دستکش استفاده کنیم، فاصله اجتماعی ما رو با دیگران حفظ کنیم تا اینکه مبتلا نشیم. اما اگر خدای نخواسته اگر مبتلا شدیم، باز هم توکل داشته باشیم، ناامید نشیم. مریضی هست و شرایط فای آمدن شما به کرونا 98% هست که شما صدیاب بشیم. 2% در واقع امکان داره که بر اثر کرونا جان خودمون رو ما شما از بدیم. 98% در واقع شانس پیروزی است، فیصد خیلی زیادی است، به شرط اینکه خودمون رو قرنطینه کنیم، از مایعات استفاده کنیم، ویتامین سی بگیریم. اگر از میوه‌جاتی گفته میشه نمیتونیم استفاده کنیم، شاید خیلی زموطنان اون مشکلات اقتصادی داشته باشن، اینو نمیتوانیم که تمام کنیم که حسن. از مایعات استفاده کنیم. کسانی که مبتلا به کرونا بودن و خوب شدن تجربیاتی را در اختیار ما شما قرار دادن. بعضی هم اگر چای زیاد استفاده کردن، آب زیاد نوشیدن، از اندوانه زیاد استفاده کردن. الان که الحمدلله قیمت اندوانه هم که بسیار پایین اومده، در فراه کیلوی یک افغانی به فروش میرسه، اینجا هم الان من 16 افغانی و این هاست. یعنی پس استفاده از اندوانه به خاطر اینکه میوه ارزانی هم هست میتونه که مفید واقع بشه. شاید خیلی از عزیزان دسترسی به دکتر و تداوی نداشته باشن، ولی امیدوار هستم که از این مسائل هم استفاده کنیم. مایعات زیاد بنوشیم تا اینکه برای شرایط فایق بیاییم. رابطه خودتون رو با خانه و خانواده قطع کنید، در یک مکان جدا قرار بگیریم تا نشه خدا نخواسته افراد مبتلا به کرونا باشن از خانواده ما و شما، چون این کار خاصی که از عهده ما و شما برمیآید و میبینیم که امکانات آنچنانی هم وجود نداره. ما به صراحت میگیم که متاسفانه که امکاناتی که باید باشه، امکاناتی که شهروندان حق آنهاست که از اونها برخوردار باشه با توجه به این همه که کمک شده، این همه در واقع توجه که افغانستان شده، میبینید که ترکیه کمک کرد و گندم میاد و هند معموله جدید گندم رو کمک کرد و کت ها کمک میشه، اینها به هر صورت پول نخ کمک میشه، اینها طبیعتا میطلبه که اطلاع رسانی بیشتر صورت بگیره برای شهروندان، میطلبه که در واقع وضعیت بهداشتی یک تکان بخوره، ولی بار هم نارسایی هست. میدانیم که نارسایی ها از کجا نشأت میگیره. به دیدیم که ولسی جرگی افغانستان هم گفتن که یه تشکیل میدن که بررسی کنن که پول های کمک شده کجا شده است. امیدوار هستیم که فساد در این زمینه وجود نداشته باشه. امیدوار هستیم که درد ما فساد نباشه. چیزی که سالیان سال هست که ما و شما رو زمین گیر کرده، چیزی که در واقع باعث شده که حق بغداد نرسه، چیزی که باعث شده که شهروندان ما دست به مهاجرت بزنن، افغانستان در بین کشورهای جهان بدنام بشه به عنوان کشوری که فاسد هست در سایه اداره معرفی بشه، خب این همه بدنامی و مصیبت از طریق فساد اداری بوده. این بار حداقل امیدوار هستم که فساد اداری هر سه صحت ما در بر نگرفته باشه. واقعا پول هایی که کمک میشه، امکاناتی که تخصیص داده میشه به دست نیازمندان برسه و واقعا برای شهروندان مصرف بشه
این چیزی است که ما آرزو میکنه که این گونه باشه. اصلا بر اساس ذمه هست دیگه، هم در فقه و هم در قوانین ما داریم که اصل بر برائت ذمه هست، استنیت. دو تا اصل اساسی هستن. ما هم استنیت و هم در واقع اصل بر این میگیریم که فساد وجود نداره و خدمه رسیم تانی میگیرم، اما مجبور هست دیگه واقعا چون این باشه. ولیکن شما در نزیز مخصوص شما خبرنگاران گرامی من کمپاین های راه بیندازیم که شهروندان من واقعا استفاده فواید ماست رو بدارن. یک مقاله که چند روز فکر کنم چند هفته پیش بود که خوانده بودیم در مورد ویروس کرونا استفاده از ماست، خب گفتیم که حالا تحقیقات زیاد صورت میگیره. قبلا توصیه نمیشد که ماسک استفاده کنیم و فقط افرادی که مصاب کرونا هستن از ماسک استفاده کنن، اما الان نشان داده که تا 70% در واقع استفاده از ماسک مفیده. ماسک ما را در شرایط بهتری قرار میده خود با کرونا، و اگر از ماسک استفاده نکنیم این باعث خواهد شد که ما بیشتر در مرز خطر قرار بگیریم. من نمیدونم چرا حالا گفته شده که در واقع ما اجباری هست، ولی متاسفانه که هیچ گونه تحمیل نمیشه، اجبار نمیشه. درست حالا آمدن در حیرات هم ما شاهده این بودیم که دقیقا سخنگوی مقابلت ما در که برنامه ها گفته بود که برای دکانداران دکاکین تیره دکانداران ماسک تولید شده. بدونم که 100,000 تا چقدر ماسک بود. خب کار خوبیست و امیدوار هستم که واقعا استفاده هم صورت بگیره، ماسک استفاده کنیم. ماسک الان ما با قیمت های ماسک خیلی بالا رفته و روزهای آغازین کرونا اومده بود و شهر را معن تردد رو حاکم بود، قیمت ماسک دیده که تا 20-25 افغانی رسید. یک دونه ماسک که 5 افغانی قبلا قیمت، الان 10 افغانی هست در دواخانه ها. ولی ماسک هایی که الان هم توضیح میشه ماسک های پارچه ای هست و چندین بار مصرف هست، یعنی یک بار مصرف نیست و با شستشو دوباره از اون میتونه که استفاده کنه. خلاصه از هر طریقی که میتونه، چه از این ماسک استفاده کنه، چه از ماسک های در واقع که طبی استفاده میکنیم، به هر صورت حتما ماسک استفاده کنیم، چون ما رو مسئول نگه میداره. و کسانی که حالا مشروب به کرونا از کرونا دارن، اون که بعد 100% ماسک استفاده کنن و دستکش استفاده کنن، اون که 100%. اما سایر شهروندان ما هم خواهش من هستیم که از ماسک استفاده کنن. و شما شهروند خبرنگاران عزیز هم این کمپاین راه بیاندازین، کمپاین استفاده از ماسک. کما که در روزهای آغازین هفته آغازین که کرونا اومده بود، ما شاهد توزیع ماسک رایگان توسط فعالین مدنی بودیم. کار بسیار نیکی بود و ما پوشش شده بودیم در برنامه هایمان و تشویق کردیم. کار انسانی است، کاری است که در واقع مدنیت رو نشان میده که ما در بدترین شرایط در کنار هم هستیم، حال و احوال یک دیگر را در میبینیم، اما کمک میکنیم چیزی که به دستمان برسه. و این کارها باید صورت بگیره. الان که استفاده از ماسک در واقع همگانی شده، امیدوار هستیم که واقعا ماسک استفاده شده دیگه. همین شهر شما نگاهی بیاندازیم چقدر از ماسک استفاده میکنن. شاید از هر 100 نفر، شاید اگه خیلی خوشبین باشم، از هر 100 نفر یک نفر، فکر کنم که شاید از هر 500 نفر یک نفر استفاده کنن. اینو یک فرهنگی کنیم در همین ماهایی که پیش رو داریم، فرهنگ استفاده از ماسک. ببینیم خب حالا در هر سه فرهنگی طبیعتا ما شدن هم هست که مسئله زمان فرهنگی میشه که به شکل مداوم ترویج بشه و معمول بشه و یا هم از چیزی یا گفته در واقع تکرار بشه. ولی استفاده از ماسک باید زودتر بگیتری کار فرهنگی بشه و ماسک استفاده کنیم. و شهروند خبرنگاران از ما در فضای مجازی فواید استفاده از ماسک رو بیم بگیم، چون ما اگر قرار باشه که این مسئله در نظر نگیریم و قرار بر این باشه که ما و شما در واقع بدون توجه به نکات بهداشتی رفت آمد داشته باشیم، خب ما رو در مورد خطر قرار میده و این چیز رو ما نمیخوایم. و این روزهای متاسفانه کرونا هم میبینیم که آمار مبتلایان بسیار زیاد هست و تعداد از شهروندان خبرنگاران ما تماس میگیرن که خواهان اشتراک در برنامه هستن، در برنامه حضور داشته باشن و به خاطر کرونا گاهن ما معذور هستیم که شما را بخیر در برنامه داشته باشیم. اما اگر باز هم شرایط مساعد بشه و شما ایزانی که تقاضا دارین که در این برنامه اشتراک کنین و عکس و فیلم شما که برسه ما میرسه ما به نش میرسونیم،
سعی میکنیم که از هفته آینده باز هم شما ایزان رو با خودمون در برنامه شما خبرنگار داشته باشیم. منتها شرط اولش را در برنامه این هست که شما صحتمند باشیم و علائم و اعراض کرونا رو نداشته باشیم. و اگر تمایلش رو باشیم از هفته آینده انشاءالله میتونیم که باز هم شما ایزان رو با خودمون در برنامه داشته باشیم. یک وقفه میگیریم و بعد وقفه دوباره در خدمت شما با ادامه برنامه خواهیم بود. با سلام دوباره خدمت شما ایزان، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه شهروند خبرنگار. و باز هم تاکید بر این میکنم که شما ایزان مراقب خودتون باشین با توجه بر اینکه ویروس کرونا الان در جامعه ما و شما همگیر شده. شاید کمتر کسی در واقع وجود داشته باشه که در خانه یا در نزد دوستان، اقوام، همسایه ها از اونها در واقع که مصاب کرونا نشده باشه. و فیسبوک رو هم که نگاهی میاندازیم پر هست از در واقع آگاهی های فوتی. حالا امیدوار هستیم که در واقع این بلای خانمان سوز زودتر از بین بره. ما هم متاثر میشیم که چگونه در واقع این ویروس در جامعه ما به این شدت همه گیر شده و کاری هم از دست کسی بر نمیاد. این یک شعار رو سخت میکنه. اگر بیماری دیگری مثلا ما شما میگرفتیم مبتلا میشدیم میرفتیم دقیق تداوی میشد درمانی میشد غیر از بیماری لاعلاج، ولی یک امید اگر انگیزه فعلا بود. اما کرونا در واقع یک وحشت رو بخوایم نخواهیم ایجاد کرده است. ولی باسم این به این معنا نیست که کرونا در واقع فرد که به کرونا باشه دیگه خلاص است. نه، این مطلب هم هرگز نباید ما شما این رو ترویج بدیم. شرایط فوق العاده به کرونا بسیار مساعد هست. امید را از دست ندین، انگیزه را از دست ندیم. نکات ایمنی بهداشتی گفته شده، اونها توصیه‌ها را عمل کنیم. الحمدلله این بیماری رفع خواهد شد. تعداد کسانی که در واقع صحتمند شدن از کرونا تران زیاد هست، آمار نشان میدن. ولی اگر قرار بر این باشه که در واقع ما شما وقتی که مصاب کرونا شدیم ناامید بشیم، در واقع این باعث میشه که ما ایمنی بدنمون رو کاهش بدیم. افرادی که مصاب به کرونا میشن
شانس سطح مریضی بسیار زیادی دارن. اینا نما فراموش کنیم ما و شما. این ویروس خطرناک هست به خاطر از اینکه یک بیماری ساری است. طبیعتا وقتی که افراد بیشتر مبتلا بشن تلفات هم بیشتر میره به تناسب به افراد مبتلا. ولی باز هم عزیزانی که مبتلا هستن با قرنطینه کردن خودشون با استفاده از چیزهایی که خوردنی ها که دکتران توصیه میکنن حتما ان شاء الله که شفای میشن. و در کنار این امیدوار هستیم که زودتر واکسینی دوایی ساخته بشه تا از شر این ویروس ما و شما راحت بشیم، چون تاثیرات بسیار بدی بر روی زندگی ما بر روی اقتصاد ما وارد کرده است. و در این حال اقتدار از کسا هم میبینی که خورسر دکتر شدن و توصیه های پزشکی دارن، میبینی که برای مردم چیزهایی گفته میشه که اصلا کتابی نیست، علمی نیست، اکادمیک نیست، تجربی نیست. و خوبه که شما ایزان از این حواشی هم به دور باشیم و چیزهایی که دکتر صاحب میگه چیزهایی موثق است، چون که مورد تایید وزارت اتمی افغانستان است، مورد تایید در واقع سازمان سطح جهانی هست، چیزهایی که گفته توصیه های عمومی که دارن. خب ما همین چند وقتی پیش چند روز پیش قضیه الان قضیه حادی هم در افغانستان، قضیه امروزی هم هست، هنوز کهنه نشده، استفاده از حالا قطره ای که در کابل بود و در ایران هم مشاهده بودیم، خود از اون میبینیم که حالا مشکلات زیادی را ایجاد کرد و مورد تایید وزارت اتمی افغانستان هم نبود. خب چیزی که مربوط به افراد نمیشه و در او هم تخصص ندارن خواهشان بیم که ابراز نظر نکنیم. وقتی که دکتر صایبا چیز رو میگن طبیعتا در او هم تخصص دارن، درس خواندن، تاثیر کردن. سازمان سطح جهانی به عنوان یک مرجع خیلی قابل اعتبار است برای تمام جهان، گفته ها اینها رو عملی کنیم. اگر واکسین ساخته بشه برخه دست ما شما هم خواهد رسید، ولی به این چیزهای و به این در واقع توهمات یا خرافاتی گفته میشه توجه نکنیم و منطقی با کرونا رفتار کنیم. افرادی متاسفانه ما شاید از اونا بودیم، شاید بودیم که تا ما کرونا نمیگیره، کرونا از کافرها هست، از دیگه کشور هست، مسلمان ها نمیگیره، همین افراد الان مصاب کرونا شدن. واقعا جای تاسف هست با چنین بیماری، با بیماری که ساریست، به شدت هم ساریست، این گونه رفتار میکنیم. بنابراین امیدوار هستن که شما عزیزان از این شایعات به دور باشیم و در این حال توجه داشته باشیم که ما و شما می توانیم که به کرونا فائق بیم، منتها از راهش، از طریقش، از اصولش. گفته شده که اگر نکات بهداشتی رو شهروندان رعایت کنن، از ماسک استفاده کنن، فاصله اجتماعی رعایت کنن، این ویروس شکن میشه. اما اگر این کارها رو ما انجام ندیم، ماسک استفاده نکنیم، فاصله اجتماعی رعایت نکنیم، خود در معرض خطر قرار میگیریم. و باستان تاکید بر این میکنم که شهروندان خبرنگاران عزیزمان در فضای مجازی در واقع بیاییم، کمپانی های آگاهی دهی راه بیاندازیم، استفاده از ماسک را نهادی نکنیم. درست حالا این اجباری شده، ولی حتما نباید عسکر بالای سر ما باشه، ابزار فشاری باشه تا ما اون کار را انجام بدیم. چه نیازی است واقعا وقتی که ما میتونیم که خودمان با رعایت نکات بهداشتی سلامتی خودمون رو حفظ کنیم، چرا این کار انجام ندیم؟ آخر این مربوط به سلامتی ما و شما هست. کرونا جان ما رو مورد خطر داره، امنیت و مسئولیت جسمی ما رو در خطر داره، و وقتی که آن توجه نمی کنیم، رعایت نمی کنیم، خب طبیعتا ما بی پروا هستیم و نباید بی پروایی کنیم. تاکید ما همواره بر این بوده که برای فائق آمدن به این شرایط ما نیاز به همکاری همگانی داریم. ما نیاز بر این داریم که همه شهروندان از زمان در کنار یکدیگر و با همکاری با یکدیگر برای این کرونا به شرایط فائق بشیم. شهروند خبرنگاری زمان اترسانی کنین، اجازه ندیم که این انحرافاتی که وجود آمده، این مباحث شایعاتی که گفته میشه، اینها مردم ما در مرز ابتلا به کرونا قرار بده. استفاده از ماسک را بیاییم نهادی نکنیم. استفاده از ماسک میتونه که مسئولیت ما را حفظ کنه مقابل ویروس کرونا.
اما اگر اتفاق نیفته طبیعتاً ما در مورد خطر قرار میگیریم و خوب نیست همین که از کار و بار ماندمان از زندگی بمانیم و تشویش بکنیم پریشانی به سراغ ما بیاد همین ها زجرآور هستند چه برسه به خود ویروس کرونا. به هر صورت این شرایطی میگذرد، روزهای خوب آمده نیست و آنچه که لازم هست اینه که ما و شما ایزان توصیه هایی که به ما گفته میشه رو عمل کنیم، توصیه هایی که ما را مسئول نگه میداره. بازم تاکید میکنم که در اعلامیه‌ای که ستامه گفتن چیزهای خوبی نهفته بود. استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، بسته بودن اماکنی که تجمع افراد در اونها مشهود هست، این اتفاقات اگر نیفته به کرونا فایبر. اگر قرار بر این باشه که در واقع شهروندان عزیزمان بدون توجه به این نکات به زندگی پردازن، احتمال ابتلا به کرونا وجود داره. ببینیم با دیگر فیلم های ارسالی شما رو میبینیم، دوباره برخواهیم بشیم. با سلامی دوباره خدمت شما ایزان. فیلم ارسالی شما را هم دیدیم، فیلم بسیار جالبی بود و رعایت نکردن نکات بهداشتی در شرایط کرونایی واقعا. خب از این طرف ما هم دوست داریم که برگردیم به روزهای قبل، بریم به رستوران بریم، بریم مثلا از کباب هایی که الان دیدیم نوش جان کنیم استفاده کنیم، البته کباب های بهداشتی نه کنار سرکی خیابان که جاها کباب فروشی رو انداختن و بدون رعایت نکات بهداشتی صحتمندی شبانه رو در مورد خطر واقع میکنن. نه ولی واسب کنیم، حالا گفته شده که رستوران ها، هتل ها، اینها نباید فعالیت داشته باشه. میبینه که الان فعالیت اینها داشتن دیگه، نمیدونیم که خب خواهش میکنیم از مسئولین ما که توجه داشته باشیم. آخه یک چیز شما خودتون میایم اینو اجباری میکنیم و میگیم که اتفاقات نیفته و بعد هیچ گونه نظارتی نمیکنیم. خب این یعنی چی؟ و فقط به یک ویدیو کنفرانسی و رسانه های دفاع میکنیم و در صحنه عمل اتفاق نمیفته. الان همین فیلمی که ما دیدیم که شما خبرنگاری ما ارسال کرده بود، دلیل واضح مبنی بر این هست که مسئولین بیپروا هستن. کسانی که موظف هستن که جلوی این گونه کارها رو بگیرن، این کار انجام نمیدن. در ادارات خودتون رو محصور نکنین. دردی از جامعه دوا نمیشه. بیاییم در صحنه عمل واقعا مسئولیت شهروند رو حفظ کنیم. شهروند ما جان از او در خطر است، در خطر بیماری قرار داره و اجازه فعالیت به این رستوران ها، به این دست فروش ها، به اینها میدین که با جان مردم دارن بازی میکنن. در شرایطی که هیچ گونه بهداشت راحت نمیشه، تجمع میشه، گرد و خاک و میدونه که این ویروس کرونا ساری است و در هوا هم میمانه. خب فرد خود خواست اگه مبتلا به کرونا باشه چه رفاقی میفته؟ شما خود بیان قضاوت کنید. پس جلو اینها را بگیریم نگه درها را بسته کنیم، جده فعالیت ندیم و شرایط بدشتی رو به اینها تحمیل کنیم. نگه فقط توصیه بشه یه چی شما خبرنگاری زمان الان فعالیت های خوبی دارن. میبینه که همین فیلمی که به ما ارسال شد نتیجه فعالیت یک تن از شما خبرنگاری زمان هست
فیلم گرفته، مستند که اون روان کرده. و در همین فیلم میبینیم که بی پروا بدون هیچ گاه پهراسی در واقع به فروش مرسونده میشه جگر و کبابای گرانجیری. در حالی که کرونا در کمین است و بارها گفتیم که کرونا در کمین ما و شما قرار داره، بارها تاکید کردیم. حالا مسئولین متاسفانه نمیدونیم چرا اصلا توجه نکرسیگلی رو کنن، نکستره بزنیم به شهر ببینیم موضوع احوال رو، یاران چکار زندگی میکنن، از موترهای تخم پیاده شیم داخل شما بریم ببینیم، سری بزنیم به بازار ازدحامو ببینیم. تا که این واقعا نسبت به جامعه ما بی تفاوت باشیم. جامعه ما زمانی در واقع پیشرفت میکنه، زمانی در واقع ما تبدیل به یک جامعه مدنی عالی میشیم، زمانی به حقوق شهروندی دست پیدا میکنیم که مسئولین ما در واقع مسئولیت پذیر باشن، درد جامعه درد اونها باشه، با اجتماع رابطه داشته باشن، رابطه خود رو با شما قطع نکنن، بسنده به معاش نکنن، بسنده به امکانات دولتی نکنن، بسنده به عواید غیر مشروع نکنن، واقعا بیاین برای شهروندان کاری کنن. واقعا همین فیلمی که شب خبر رو ما روان کرده بود واقعا ما متاثر ساخت که چرا با توجه به اینکه میگیم کروناست، میگیم که کرونا در کمینه، خطرناک است، جان شهروندان در مورد خطر قرار میده، ولی اجازه میدین که این چنین فعالیت های انجام بدن، اجازه میدین که مثلا بیان فعالیت کنن، اجازه میدین که بدون رعایت نکات بهداشتی به کسب و کار خودشون بپردازن، نظارتی کنیم، یتیم بفرستیم، ببینیم دیگه کشورها چه کارهایی انجام میدن. ما حتی نمیتونیم که همین مسئله کوچک رو تعمیر کنیم، ما توقع داریم که کارهای دیگری بیان انجام بدن، هزار یک کار دیگری کنن. ولی چه خواهد شد؟ چه چیزهایی در واقع سر این مردم روزهای آن دفتوانده خواهد آمد؟ عکس منتخب افتار باید دیگه میبینیم، دوباره برخواهیم گشت. سلامی دوباره خدمت شما عزیزان. عکس منتخب هفته رو هم دیدیم. تشکری میکنم از عزیزی که این عکس رو به ما فرستاده بود، عکس بسیار خوب و با سوژه بسیار عالی که با هم دیگری را دیدیم. شما هم میتونید که عکس ها و فیلم های خودتون را به ما ارسال کنید، ما به نشر میرسانیم عکس ها و فیلم هایی که سوژه های بسیار خوبی داشته باشه و مخصوصا چالش ها و معضلات شما ما باشه، خیلی عالی و احسن خواهد بود. و پل ارتباطی ما و شما هم در واقع صفحه برنامه شهروند خبرنگار تلویزیون چکات هست. میپردازیم به موضوع برنامه ما، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و از شما شهروندان و شهروند خبرنگاران چند نکته را تقاضا من هستم. اول اینکه نکات بهداشتی را رعایت کنیم، همه ما و شما، چون کرونا در کمین هست. دوم اینکه اطلاع رسانی کنیم، کسانی که هنوز کرونا جدی نگرفتن به اونها به این کرونا وجود داره. آمار دلایل متعددی مستند هست که کرونا وجود داره و خطرناک هم هست. و دیگر اینکه در فضای مجازی فواید استفاده از ماسک را به نشر برسانیم، چون استفاده از ماسک فواید بسیار خوبی برای ما و شما داره. همین ماسک که قبلا ما هیچ توجهی نمی کردیم و شاید چیز اضافی فکر میکردیم، الان چقدر به کار اومده در عرصه اعتبابن. همین که اومدن استفاده از ماسک اجباری کردن در بسیار کشورهای جهان، در کشور ما هم البته فقط و روی حرف اجباری کردن نه در عمل، نشان میده که چقدر مهم استفاده کردن از ماسک.
و ما رو مسئول نگه می‌داره. این مسئله بعد ما برای شما بتونی که در واقع نهادی نکنیم تا بتونی که به شرایط فائق بیم. شاید روزهای آینده، هفته‌های آینده روزها و هفته‌های خوبی نباشه برای افغانستان و شاید هم روزها و هفته‌های خوبی باشه، نمیدانیم. اگر شهروندان در واقع نکات بهداشت رو رعایت کنن، دست به دست همدیگر بدیم، فاصله اجتماعی رعایت کنیم، دولت عزم بیشتری داشته باشه تقابل با کرونا، حتما خبرهای خوبی میشنویم، حتما آمار کاهش پیدا میکنه. اما اگر اتفاق نیفته و بی‌توجهی صورت بگیره و شهروندان ما هم توجه چون نداشته باشن، احتمال داره که این بحران ادامه پیدا کنه. بحرانی که الان دامنگیر همه خانواده ها تقریبا شده است، هم مسئولین گرفته تا افراد دی جامعه مصاب کرونا هستن و امیدوار هستیم که زودتر این کرونا از جامعه ما رخ بر ببنده و ما برگردیم به روزهای گذشته ما، روزهایی که برای ما معمولی بود اما خوشایند. بر صورت امیدوار هستیم که شما ایزان استفاده از ماسک را فراموش نکنیم و از ماسک استفاده کنیم، مخصوصا در روابطتون با اجتماع وقتی که بیرون میرین رفت آمد های داریم، حتما حتما ماسک فراموش نشه. این بود محتوای برنامه ما در این هفته. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، همه شما ایزان را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.